درود بر همه دوستان میدونم این بخش خیلی منتظر بودن در مورد آقای احسان یاشاتره بهتون قول میدم برنامه رو الان خواهید دید که اون وقت فرق ما رو با خیلی متوجه میشید در چارچوب فکری آقای احسان یاشاتر من دینم که دیروز تالا خیلی جالبا دوباره یه ارکستر همه است دینم از آقای محمد علی ابتهی باورتون میشه اون آخوند اصلاح طلب ایشون اومد وای ما یه استاد بزرگ رو از دست دادیم این پستش تو اینستاگرام که دارید میبینید نوشته یاشاتر از کسانی بود که زندگی طولانیش را فراز اتفاقات سیاسی به ایران و فرهنگ و تاریخ ادب آن اخراس داده بود و فلان از این حرفها و ایشون اسنال بزرگ اینا بعد این هم در کنار آقای چیز آقای ابتهی آقای رزا دیبا آقای رزا دیبا هم که اصلا یادتون باشه دیگه ایشون برای هر کسی که بالاخره یه جورای ایران ستیزی کرده ایشون همیشه تسلیت میفرسته و آقای رزا دیبا هم نوشت از شنیدن خبر درگذشت پروفسور انسان یارشاتر بنیانگذار دانشنا... دانشنامه ایرانیکا بسیار متاثر شدم بعد دیگه نشسته در وصف ایشون حالا داره سخن میگه در کنار اینا دیدم بی بی سی یه دونه مقاله نوشته که اصلا برای همین تیتر برنامه هم تاثیر گرفت از این مقاله ایشون در گذشت احسان یارشاتر مردی که زبان فارسی وطنش بود عجب برای همین من برنامه رو گذاشتم مردی که یا کسی که زبان بیگانه وطنش بود که حالا بهتون خواهم گفت چرا من دارم این صحبت رو میکنم اجازه بدید بیام داخل آقای احسان یارشاتر کیه من دیدم که میهن پرسته ما عزیزانی که مخاطب ما بدونی که من چیزی گفته باشم دیدم که از دیروز سالا دمشون گم پست گذاشتن و عموما هم به بهایی بودن ایشون پرداختن دمشون گم بعضی چیزا راه دل دیگه خیلی هم میهن پرسته ما شاید عمقی نرن مسئله رو دنبال کنن ولی دله بهشون گفت آقا یه جای کار مشکل داره دیگه یه ارکست هماهنگ همه, همه دارن از این دفاع میکنن اینو دارن پروفسور پروفسور میگن آقا دکتر مسئول انصاری هفت دکترا داشت هفت دکترا داشت و وقتی که فوت شد در تنهایی فوت شد خبر زیادی شور در موردش نذاشتم من براشون اینجا توی دستوکر مراسم گرفتم خود آقای رضا دیوار رو به زور مجبورش کردن یعنی انقدر بهش فشار آوردن برخی از یاران مجبور شد بعد از پنج روز پس از مرگ دکتر انسری یه پست بذاره ولی در مورد وطن فروش آقای رضا دیبا همیشه پستاش راحت سری سری بیانیه تسلیت میده و یادتون باشه ببینید مثلا پروفسور انسری آدم میدون دیگه شدیدن اسلام ستیز بود کتاب علی اسلام زیاد داشت ولی زمانی که هیچ قلم خودش ولی نفرو عربستان اومد به پروفسور انسری گفت آقا ما اینقدر بهت پول میدیم چون چو چند تا کتاب علی مثلا حضرت علی و امام حسین اینا در باب شیعه بنویس پروفسور انسری قبول نکرد گاه جا من اگر بخوام من قلممونه میفروشم نمیفروشم میفروشم اگر دارم کتاب می نویسم در مورد کلیت اسلام می نویسم نه در مورد شیه وارد دعوای فرقه شما نمیشم و یک قرون از عربستان پول نگیره پروفسور انسوری انسانی به شدت بزرگی بود و قابل احترام برای همین بی بی سی و تمام این مافیای رسانه و مافیای روشن فکری ایشونو بایکوت کرده بودن کامل پروفسور انسوری در بایکوت به سر می برد اما در مورد احسان یارشاتف شما میبینید که برعکس پروفسور انصاری تمام مافیای روشنفکری از ایشون میان دفاع میکنن حمایت میکنن ایشونو تا قهرمانی پیش میبرن آی عاشق زبان فارسی بود دانشنامه ایرانیکا و عموم ما مردم در مورد احسان یارش اولا بهایی بودنش هم پنهان کردن تو این چند روز جالبه ولی عموم ما مردم در مورد بهایی بودن ایشون میدونیم و در مورد اینکه ایرانیکا شاید یه جایش مشکل باشه ولی دقیق نمیدونیم برای همین الان شماره حسابی پشت سر هم سپرایز خواهم کرد که آقای احسان یارشاتر کیه اولا ایشون که میدونی در 14 فروردین 1299 در یک خانواده بهایی که نمیشه گفت چون مادرشون بهایی بود خانم روحانیه میساقیه مادر ایشون بهایی بود و پدر ایشون حاشم که بازرگان بود مسلمان بود و به خاطر مادر ایشون بهایی میشه ولی مادر ایشون بهایی ببینید ما بهایی زیاد داریم من حالا این خیلی جالب بهتون بگم من دوست بهایی هم دارم و تو همین استوکن این هم, هم برنامه ساختم علی بحایی. چون من از آپارتاید دینی و جنسی و نژادی کاملا بیزارم من همه رو به یه چشم میبینم حتی اگه یک بهایی حقوقش رو من با یک زرتشتی یکی میدونم و اتفاقا های عزیزی هم هستن که ما, ما دوستن یهودیای عزیزی هستن که ما, ما دوستن دعوای من با اینا اندیشه است نه با خود انسان ها و خیلی از این بهایی ها خب به دنیا آمده بهایی گناه نداره آدم بدی نیست ولی مادر آقای احسان یار شاتر عزیزان گوشاشون رو باز کنن خیلی الان اینجا اسناد جالبی براتون ارائه میدم جز بهایی های ساده نبوده که چون صداش قشنگ بوده خانوم بتونم من عکس مادر ایشون رو بهتون نشون بدم که اصلا بیره در کدوم خانوم داریم صحبت میکنیم مادر آقای احسان یارشاتر این خانومه تصویرش رو دارید میبینید ایشون صدای خوبی داشته و برای همین ایشون مسئول خواندن مناجات بهایی بوده یعنی اینکه در مراسم های ملی بهاییان در ایران یا چون رفت آمد زیادی هم به اسرائیل داشته ایشون چون صداشون خوب بوده مناجات بهایی میخونده در واقع براتون بگم که روزه خونه دیگه حالا ما روزه خون داریم تو اینجوری خانمایی که هستن روزه میخونن ایشون روزه خون از نوع بهاییش بوده و بازم تو همین چارچوب نبوده تو چارچوب دینی یعنی بگیم تا همین قدر درجه داشته ارتباط زیادی ایشون با اسرائیل داشته ایشون تقریبا سالی دو بار سفر میکرده به اسرائیل اصلا سفرهای زیادی به حیفا داشته به بهانه زیارت مثلا مقام این مرگ این قبر باب چیز قبر باب و قبر میرزا حسین علی نوری که بهش میگن حضرت بهاولا اینا ایشون اونجا زیاد میرفته و معمولیتی داشتن از سوی محافل ملی بهایان در خود اسرائیل و ایشون و همسرشون که مسلمان بوده یعنی پدر آقای احسان یارشاتر آقای حاشم هاشم یارشاتر که بذارید من تصویر پدرشونم بهتون نشون بدم که یه آشناییتی داشته باشید که من دارم چهره رو ببینید که یه مقدار برنامه هم با سند باشه این پدر آقای احسان یارشاتره و اینها معمولیت پیدا میکنن که در ایران تبلیغ بکنن و سر همین هم خانواده آقای یارشاتر اصلا پول دریافت میکنن از محفل ملی بهاییان به همین منظور اینها بارها شهرستانهای خودشون رو عوض میکنن آقای یارشاتر در همدان به دنیا اومده در مدرسه یهودی در ابتدا درس میخونه دوران متوسطه خودشو در مدرسه بهایی ها درس میخونه ولی بعد از این که معمولیتی رو که خانوادش دارن باید بهاییت رو پخش میکنن مثلا میرن کرمانشا و اونجا هم تبلیغ بهایی میکنن بنابراین این از خانواده ای آقای احسان یارشاتر که براتون گفتم آقای یارشاتر یه نکته جالبی که هست در جوانی خودش بدون اینکه مثلا خیلی جوونا بودن دیگه یه دفعه انگلیس میاد همینجوری یه دفعه اصلا مشخص نیست چه جوری همه خیلی برام جالب با بهاییت انگلیس بعد یه دفعه دوباره انگلیس پیداش میشه اینجا هم یه نکته اشاره کنم تمام اسنادی که دارم الان ارائه میدم 80 درصد توسط خود آقای احسان یاشته عموما در مصاحبه با بی بی سی و صدای آمریکا بیان شده کداش خودش داده ببینید من چون یادم پژوهش کردم نه اینکه عین همینایی که دارم میگم و خودش گفته کد خودش داده که رو داده من رفتم دنبالش 80 درصد از مطالبی که الان ارائه میشه که تا به این لحظه این اولین برنامه است علیه آقای احسان یارشاتر یا بهتر بگم علیه نه روشنگری در مورد آقای یارشاتر که کسی اصلا تا الان توجه نکرده 80 درصد من رو از توی صحبت خود ایشون گرفتم 20 درصد هم پژوهش های خودم بوده بیرون از مصاحبه ها و نوشتار های آقای یارشاتر بنابراین ایشون یک دفعه بدونی که توضیح بده کدام خودش داده در چندین مصاحبه که انگلیس میاد میگه آقا یاشتر ما اصلا حال کردیم تو رو ببریم بورسیه بهت بدیم بیای انگلیس درس بخونی اونم رشته تاریخ ایران باستان و ادبیات فارسی و اینا اوکی ایشونو رو میکنم میکنن میبرن انگلیس بدون هیچ توضیحی بهش بورسیه میدن و دلیل اینکه به ایشون چرا بورسیه دادن هم هیچ وقت مشخص نمیشه منم نمیدونم دیگه حالا همین جوریه دیگه ایشون بهاییه همینجوری هم انگلیسی ها منم بهش یه رفعه بورسیه دادن گفتن بیا ما تو رو ببریم تحصیلاتی داشته باشی و درس بخونی و اینا ایشون حالا میشه میره انگلیس تحصیلاتش اونجا تموم میکنه در رشته ادبیات فارسی و ایران شناسی برمیگرده ایران تا برمیگرده ایران یه سالی تو ایران یه دفعه همین جوری آ... من مثلا نمیدونم چه جوریه چون بهایی بوده تو انگلیس درس خونده یه دفعه دانشگاه کلمبیا بدون هیچ توضیح میان میگه آقای احسان یارشاتر عزیز میای مثلا دانشگاه کلمبیا نیویورک برای ما مثلا رشته ایران شناسی تحصیل کنی و اینا ایشون یه سالی هم میره اونجا دوباره برمیگرده و توی ایران هم یه مدتی استاد دانشگاه میشه در همین هول و هوش یه آدم معروف که آخر برنامه بهتون خواهم گفت یه آدم خیلی معروف که خیلی میشناسید الان بگم مزه نمیده آخر برنامه بهتون میگم که بنشونمتون تا آخر برنامه رو ببینید دقیقا یکی از این افرادی که خیلی معروف خیلی هم ما ایرانی ها بهش ارادت داریم بهش پیشنهاد میده که آقا جان تو بیا یه دانشنامه بنویس فکر میکنی الان میخوام بگم دانشنامه ایرانیکا نه عزیزم بهش میگه تو بیا یه دانشنامه بنویس به نام دانشنامه اسلام و ایران حالا این آدم معروفه رو آخر برنامه بهتون خواهم گفت که کیه که قشنگ سورپرایزتون کنم سندش هم بهتون میدم این بهش میگه تو بیا دانشنامه اسلام و ایران بنویس ایشون شروع میکنه میره بودجه میگیره از دولت شاهنشاهی یعنی بودجه رو مشخصا از آقای هویدا میگیره حالا ای جالب آقای هویدا بهاییه یه بودجه از ایشون میگیره مبلغو نمیدونم هرچی خوندم یه ده جلدی دانشنامه ایران اسلام رو یعنی قبل از این آقای متحری آقای یاشاتر راه و باز میکنه این بحث خدمات متقابل اسلام و ایران همین متحری بیشرف هم بارها بهتون گفتم این هم جزمون فراموسون را بوده پسرش هم همونه یعنی پسرش هم هنوز داره خیانت هم. اصلا این متحری ها از اول خائن بودن و ایشون قبل از آقای متحری این کار رو میکنه آقای متحری یه خورده دیر میرسن حالا خیلی جالبه یه بهایی میاد دانشنامه یه اسلام و ایران رو مینویسه البته چیز عجیبی هم نیست چون بهاییت یک شاخه است از اسلام حالا بر با. نمیخوام واردش بشم وارد بحثه مذهبی نمیشه حال ایشون یه ده جلدی مینویسه ده می نویسه تا اینکه که یه دفعه میگه آقا من میخوام حالا اینه که یه دفعه بعد از این اسلام و ایران میگه من میخوام ایرانی کارم بنویسم اونجا هم یکی دیگه بهش پیشنهاد میده یعنی همون فردی که بهش میگه اسلام و ایرانو بنویس همون هم بهش پیشنهاد میده آقا ایرانی کارم بیا بنویس دیگه که آخر برنامه میگم چه شخصیت شخصی است میگه تو بیا ایرانی کارم بنویس ایشون میره پیش هویدا هویدا در سال اوایل سال 50 47 تا 50 این داستانی که دارم تو اون سه سال اخیر ایشون رایزنیا رو میکنه با آقای هویدا میگم دیگه هویدا که بهایی پدرش هم که ملک ملخان خان از سفیرهای رضاشاه و دوران قاجار و اینا بود که میرفتش در سفیر ایران در سوریه و سفیر ایران در لبنان بود و جز کسانی است که زمینهای های, های مسلمانان رو در فلسطین میخرید و میدارش به یهودیا پدر آقای هویدا میره پیش هویدا میگه آقای هویدا من بهایی تو بهایی میخوام الان بشینم ایرانیکا بنویسم آقای هویدا چیکار میکنه دو میلیون از خزانه شاهنشاهی رو در اختیار آقای احسان یارشاتر میذاره ایشون شروع میکنه ایرانی کار به زبان انگلیسی مردی که زبان فارسی وطنش بود ایرانی رو از زمانشا شروع میکنه به زبان انگلیسی مینویسه حالا تا اینجاش پس از شورش 57 هم خب بسات اینا یه خورده برهم میریزه ایشون بالا میشه میره آمریکا همون دانشگاه کلمبیا که قبلا هم گفته بودن همینجوری یه دفعه اون موقع که تازه شناخته شده نبود گفته بودن تو بیا برای ما تحصیل کن اینا میره اونجا یه دفعه دانشگاه کلمبیا میگه قصه نداره که دو میلیون آقای هویدا بچه بازی اینا به داده بیا ما به پول میدیم ایرانی کارو تو به ته برسون جالبه آمریکایی‌ها برای ما میان دانشنامه مینویسن به زبان انگلیسی بعد ایشون یه بودجه کلانی رو از دانشگاه کلمبیا از اون سال میگیره دیگه میده تو داستان دانشگاه کلمبیا در کنار اینم مرکز ملی علوم آمریکا هم یک مرکز دیگری سن آمریکا اونم میگه آقا من میخوام بهت کمک کنم تو ایرانی کار رو تموم کنی من برام جالب آمریکا یا انقل علاقه مندن به فرهنگ و تاریخ ایران تمام بودجه ایرانی کار رو آمریکایی ها میدن و جالب ایرانیان به هیچ عنوان تا این لحظه که داریم با هم صحبت میکنیم با وجودی که بعدها اینا بارها گفتن آقا ایرانیا بیان کمک کنن پول نمیدن ایرانیا به حال ایشون ایرانی کار را میندازه توی وبسایت خودشون که میرید اعضای هیئت مدیرهشون 13 تن دو تا آمریکایی هستن مابقی ایرانی ولی چه ایرانی همه یهودی بهایی حالا واقعا فکراتون اینقدر منفی نکنید دیگه ما که دنبال های آپارتاید مذهبی نیستیم که اینقدر دیدمون منفی باشه خب یهودی و بهایی نمیتونن کشورشون رو مگه دوست داشته باشن یه خورد افکارتون رو مثبت کنید انقدر آدمهای نجات پرستی نباشید بگذریم به حال همم یهودی و بهایی اما ایرانیکا ببخشید بخشی از یک پروژه بزرگتره پروژه بزرگتری که الان با سند بهتون نشون میدم اتفاقا در چون من دیدم جانشین آقای احسان یاشاتر یک فرد آمریکایی به نام التون دانیل و این آقای التون دانیل اصلا جز اون هیئت مدیره 13 تن ایرانیکا نیست ولی سال 2017 یه دفعه یک دسته قیبی میگن که آقا جان جانشین آقای احسان یارشاتر بعد فردی باشه بذارید من عکسش اینجا دارم بله التون دانیل جانشین آقای احسان یارشاتر این فرده یه دفعه این فردم جز اون 13 تن هیئت مدیره ایرانیکا نیست این خیلی برای من جالب شد چه جوری فردی جانشین آقای احسان یاشاتر میشه الکان دانیل که آمریکایی و جز اون هیئت 13 تنه نیست خب شما میدید که وقتی که یک تن مثلا سرنشین یک جریانی اگه فوت بکنه یا بخوان جانشین براش انتخاب کنن از اعضای هیئت مدیره انتخاب میکنن دیگه نمیدن یه نفر از یه جا دیگه بگیرن برای همین برای من جالب شد این پجورش خودمه گفتم التون دانیل کیه رفتم دنبالش دیدم بله اصلا این بنده خدا اصل ایرانی کاست. دیدم که این آقای التون دانیل جز هیئت مدیره داستانی هست به نام بنیاد میراث فارسی بذارید عکس وبسایتشون هم بهتون نشون بدم بنیاد میراث فارسی که این بحث ایرانیکا زیر مجموعه این داستان بنیاد میراث فارسی عزیزان میتونن نگاه کنن جالب هست براتون این اطلاعات این بنیاد میراث فارسی که دست آقای التون دانیل هست که الان جانشین و یارشاتر شده پنج تا هیئت مدیره داره همه چیزش هم بحث در مورد زبان فارسی است آقا ما بر هوای زبان فارسی رو داشته باشیم دمتون گرم دمتون گرم که شماها الان در شرایطی که ما پانکورد و پانرب و روشن ایرانی برمیگردن میگن زبان فارسی رو بذارید کنار از رسمیت بیفته شما آمریکا دلتون برای زبان فارسی ما سوخته بنیاد رو انداختی به نام بنیاد فارسی میراث فارسی و جالبه که از مافیا از, از مالیات دادن هم در آمریکا اینا معاف هستن توی خود وبسایتشون نوشته من این پنج تا هیئت مدیره داره هیئت مدیره رو نگاه کنید کیار پنج تن هستن اولی که آمریکایی دومی خود آقای دانیل آمریکایی سومی آمریکایی فقط آقای احسان یارشاتره که ایرانیه پنجمی هم آمریکایی خب این خیلی برای من جالب بود که جریان ایرانیکا زیر مجموعه بنیادی به نام میراس زبان فارسی که هیئت مدیرش همشون آمریکایی هم فقط یک تن آقای احسان یارشاتره که اونجا آمریکایی نیست این براتون جالب نبود خب حالا تا اینجا رو داشته باشه تا بریم جلوتر اینا که چیزی رو ثابت نمیکنه حالا اینا گذشتهشون بود تازه همه اینا رو ما اومدیم چیکار کردیم مقدمه چینی کردیم حالا عقاید آقای احسان یارشاتر ایشون که جوون بودن تو 20 سالگی اینا عاشق استالین و لنین میشن چپ کمونیست میشن تمام کتابای استالین و لنین رو میخونن اما اینی که دارم میگم نمیخوام تخریبش کنم و نه چون انسان یه ذو مثل ما داریم اگر در جوانی کمونیست نشه احساس نداره و اگر در سن بالا همچنان کمونیست بمونه عقل نداره این یه زعم مسئله که بعد بهتون میگفتم بنابراین چیز عجیبی نیست آقای یارشاتر تو جوونی چپ شده البته من شخصا خدا رو هزاران مرتبه سپاس از ابتداش ما ایران خواه بودیم و ایران پرست بودیم به کوری چشم دشمنان ایران زمین ولی آقای یارشاتر چپ میشه خیلی علاقه من به چپ میشه و خیلی انقلابی میشه یعنی اصلا فلسفه انقلابی تو خون آقای احسان یارشاتر میره خیلی هم ضد شاه میشه اینم جوون بوده دیگه جوونی و هزاران نادانی دیگه بنابراین روی این قضیه نمیخوام مانو بدم نه مهم مسئله است که آقای اسماعیل راین را در کتاب فراموشخانه و فراماسونی در ایران که به دستور شاه نوشته هستش آقای اسمایل اسماعیل بذارید من تصویرش رو بهتون نشون بدم بدونه در مورد کی صحبت میکنم دوست دارم همه چی با سند و خیلی قشنگ و اینجور مسائل باشه این آقای اسماعیل راین را روانشون را شاد چقدر خون و دل خورد از این آقایون آقای اسماعیل را این نویسندگان ساواک بود پادشاه فقید بارها بهتون گفتم زمانی که میبینه که این آقایون فراموسون در کشور زیر بار نمیرن خودشون رو معرفی کنن میره پیش این آقای اسماعیل رائین ایشونو مأمور میکنه که آقا تو اسامی اینا رو پیدا کن تحقیق کن تمام این داستان فراماسونری و اینا رو همه رو در بیار دل روده این داستان لوژ مهر رو در بیار لوژ بیداری رو در بیار ببین کیا دارن چیکار میکنه این آقای رائین سه سال بلند میشه میره تحقیق میکنه تم در سه جلد کتاب که خیلی زیاده هر کونو 800 900 صفحه است سه جلد کتاب مینویسه تمام آمار فراماسونرا رو در میاره و جالبه بهتون بگم چون دوست دارم با سند باشه صفحه 543 جلد دوم کتاب فراموشخانه و فراموشخانه در ایران که آقای اسماعیل راین به دستور پادشاه فقید جمع آوری میکنه آخ... بعد اه... لوژ مر که 42 تن اعضا داره نام آخرین اعضای ایشون آقای احسان یارشاتره این ببینید عیزم این کتاب نه این کتاب رو جمهوری اسلامی نوشته بذارید بیارم جلو ببینید بله یا دکتر احسان یارشاته در لوژ آفتاب که نه در لوژ مهره چون آخرین نامه دیگه یه برای از این حالا اسامی لوژ آفتاب ایشون نوشته در لوژ مهر ایشون آخرین جز دو تن از اعضای لوژ مهر هستش اینو دیگه جمهوری اسلامی ننوشته که بخوای بگی که آقا جمهوری اسلامی مثلا منم که نرفتم از اسناد جمهوری اسلامی چیزی در بیارم این کتاب آقای اسماعیل راینه که به دستور محمد رضا پهلوی نوشته شد روانشون شد خب پس ایشون فراماسون هم بوده بهایی هم بوده فراماسون هم بوده آقای اسماعیل را این زمان شاه محمد رضا شاه گفتن نه جمهوری اسلامی یا یک معمور جمهوری اسلامی به نام امید دانا گوشاتو باز پس پس هم بهایی بوده هم هم یه دفعه تو جوونی انگلیس الان شب بشه وصلش کرد دیگه بهایی بوده فراماسون بوده انگلیس هم صداش میکنه میگه بیا من به درس ایرانه باستان و بیاموزم و اینجا تحصیلات بکن پشمندش دانشگاه کلمبیا میگه بیا اینجا استاد دانشگاه شو و به عنوان یک بهایی برزستش میکنن در چارچوب تاریخ ایران باستان و برای من خیلی جالبه در 150 سال گذشته عموم ایران شناسان ما بهایی هم. همه چی یه دفعه عوض میشه این این خیلی برام جالبه خب این که پس دیدید یکی دیگه حالا بحثی که وجود داره در مورد فراموسنش رو کنار آقای احسان یارشاتر در زمان شاه پایان نامه خودش را در رشته ادبیات فارسی نقطه دست میذاره که امروز اتفاقا آدم خیلی میتونه متوجه بشه چون امروز بحث همجنس یا ای اینو زیاده دیگه آقای احسان یارشاتر معتقده تمام شاعران ایران وقتی که دارن صحبت از معشوق میکنن ایناست که حالا عزیزان نمیدونستن بدونید الان سلاح ها رو بهتون میدم خشاوار پر کنید بریزید تو فضای مجازی که بهتون کمک بشه که بتونید با استدلال در برابر دشمنان ایران یا کسانی که دارن از این چهره قهرمان میسازن عاشق زبان فارسی بود الان بهتون میگم چه بلایی سر زبان فارسی آورد عزیزان اگه خوششون میاد یه کامنتی بذارم که ما ببینیم ایشون به عنوان کسی که ادبیات فارسی رو مثلا رشتش رو خونده اینا بلند میشه میگه آقا جان تمام اون جایی که شاعران ایرانی صحبت از معشوق کردن این معشوق مرده یعنی همجنسگرایی حالا ما در طول تاریخ امکان داره دو تا شاعرم در مورد مثلا همجنسگرا بودن در مورد دو تا از دوست پسراشون و اینا اومدن شعر گفتن ولی اینه که قاعده بکنی یعنی آقای یارچاتر اینو موردی بیان نمیکنه میگه یعنی قاعده میدونی یعنی چی یعنی تمام جایی که شاعران صحبت از معشوق میکنن دارن به عنوان یک مرد در باب دوست پسرشون صحبت میکنن مگر اینکه خلاف ثابت شه در حالی که کاملا برعکس اینه تمام شاعران ما صحبت از معشوق میکنن یا این یعنی معشوق در باب خداست عشق آسمانی یا اگر عشق زمینی است در باب دوست دخترشونه یا مادرشونه یا اینجور بحث است و اینقدر یعنی شما بدترین مدل فکری رو بخوای در نظر بگیری که بگی آقا همجنسگراییه یعنی زشترینش اینه که آقا جان این معشوق مرده و دوتا مردن و اینا دیگه این داستان اصل که این عشق یا خداییست یا آسمانیست یا این عشق در باب دوست و دختر زن همسر مادر پدر بدترین مدلش رو ایشون بیان ما میگیم آقا مگه خلاف ثابت چه تماما این عشق عشقایی است که با عرف فرهنگ ایران سازگاری داره من که خلاف ثابت ای من این دکتر هم اینجا پرانتز باز کنم اصلا بحث همجنسگرایی ما در ایران باستان نداشتیم به این شکلی که امروزه حتی بیان هست حتی ما در عربستان چنین چیزی رو داشتیم و حتی اسلام هم به یه شکلی تایید کرد حالا بهتون میگم الان بعضی داغ نکنین قلمان در قرآن برای زنان محجبه که زیاد نماز میخونن نیستش که برن اون دنیا قلمان ها مثلا باشون ارتباط سکسی داشته باشن قلمان و پیامبر اون موقع برای کسانی وعده داد که همجنسگرا بودن چون در عربستان بسیار همجنسگرای باب بود میگه حقیقت تاریخی است حالا هر کی قبول نداره نمیخوام بحث کنم هر هم حرفمو میزنم میرم جلو حالا هر کی میخواد دعوا را بندازه به خودتون من کارم پژوهشه این در ایران باستانه که هم جنس بسیار نکوهیده شده و حتی چون خیلی ها کتاب وندیرا رو میزنن دیگه آخه دیدی بعضی تازه یه خود زبون در میانن شروع میکنن به اوستا حمله میکنن خیلی چیزها رو جلو دوربین نمیشه گو وندیداد که کتاب شریعت شریعت حتی واجه عربیه کتاب بایدها و نبایدهای ایرانی و زرتشتی در دوران ساسانی است که توسط معبدان ساسانی اومد نوشته شد بعد در... چون میدونی دیگه در زرتوش ما یه چیزی کرد داریم هر چیزی اگر به زمانش مثلا اگه یه چیزی مثلا لازم باشه میان مینویسن گات های زرتوش فقط مال خودشونه وندیداری که امروز یکی از کتاب است که بیشترین حملات از سوی مسیحی ها و مسلمان ها هر کی میخواد بالاخره یه تاریخ ایران رو ضربه بزنه دیگه دیوار کوتاهتر از وندیداد پیدا نمیکنه حالا یه چیزی بگم جون خیلیا در بیار. من در ایران یه مغازه‌ای داشتم در تهران پارس نامش رو به خاطری ای که اینقدر حمله میشد به وندیداد گذاشتم وندیداد من همیشه اینجوری فداکاری کردم یعنی نگاه میکنم حملات به کیه از همون دفاع میکنم اگه درست باشه مثلا اشرف پهلوی انقدر بهش حمله شد تا زمان زنده بودنش فقط من ازش دفاع کردم اون وندیداد به این شک دفاع کردم نام مغازنم رو گذاشتم وندیداد به هر روی در این وندیداری که امروز ازش مثلا دیوار کوتاتر از این پیدا نمیشه در وندیداد وقتی که همجنسگرایی از سوی قرب این هم اشتباهات آقای خست و پرویز ماست دیگه رفت دوتا زن مسیحی گرفت و فرهنگ غربی البته در دوران اشکانیان هم شوربختانه فرهنگ غربی و برهنگی غربی خیلی در کشور ما اومده بود و شوربختانه همجنسگرایی در دوران ساسانی داره رواج پیدا میکنه از سوی غرب که اومده یعنی از سوی روم مشخصا و اون زمان خیلی از این آقایین مسیحی که جانشان در خطر بود در اوایل حکومت ساسانی خیلی از اینها رو ایران به عنوان پناهنده قبول میکنه اینا میان در ایران و بعد حالا اینا دیگه نمک میخورن نمک دوم میشکنن که موضع بحثمون نیست همجنسگرایی رو به ایران میارن که معبدان مجبور میشن در کتاب بایت ها و نبایت های زرتوش مندی داد کلن همجنسگرایی رو چکار کنن محکوم بکنن و حتی این الان میگم شاید مورد سوء استفاده خیلی ها قرار بگیره ولی تو اون شرایط من نمیخوام تایید کنم ولی این جرمو حکم و میارن که آقا اگه کسی هم جنس کنه و بگیرنش حکومت سسالی بعد اعدامش کنه این نصر سریح وندیداده من نمیخوام کامل تایید کنم چون ببینید ما چیز آسمانی نداریم در باورهایی که زرتاش که حالا بعضی‌ها شروع میکنن این دیدگاه معبدان عزیز ما بود که دید آقا همجنسگرایی داره خیلی گسترش پیدا میکنه یه جور میره اومدن تعریف کردن که بتونن جلوی این قضیه رو بگیرن آقای احسان یارشاتر حالا به عنوان ادبیات دوست به عنوان کسی که دوستان در اینستاگرام قد شدیم میریم اینستاگرام رودست دست به عنوان کسی که دم از این میزنه که آقا من مثلا ادبیات ایرانو دوست دارم من عاشق ادبیات ایرانم میاد پایان نامه خودشو اجازه بدید ما تو اینستاگرام میاد پایان نامه خودش اینو میگه میگه آقا تمام شاعرانی که صحبت از معشوق میکنن اینا همه هم جنس گران همه معشوقشون پسر بوده آقا عاشق زبان فارسی وطنشه دیگه به قول بی بی سی بگذریم مورد آخر که بهتون بگم دیگه یه خورده از این عقاید آقای احسان یا شاتر یه خورده بیشتر آگاه بشید فیز ببرید اینجا در باب این زبان فارسی است. چون بی, بی سی میگه که ایشون مردی بود که فارسی وطنش بود دیگه حالا نظر آقای یارشاتر در مورد زبان فارسی چیه؟ در مصاحبه با صدای آمریکا بیان میکنه ایشون در مصاحبه با صدای آمریکا میگه آقا جان نظر من در باب زبان پارسی اینه که زبان پارسی خیلی زبان خوبیه خیلی شیرینه ولی این خطی که داریم فکر میکنی الان میخوام بگم مثلا این خطی که داریم عربیه نه اینو نمیگه چون بعضی اعتقاد دارن خط امروز ما عربیه حالا عربا چی داشتن که خط داشته باشن همه چیزشون از ما دارن این خطم پارسیس و رفته و برگشته به این شکل رو اومده خیلی از واژگانی هم که ما امروز استفاده میکنیم به اسم عربی اینها واژگان پارسی بوده میره در عربی برمیگرده حالا من چون تخصصم ادبیات نیست نمیخوام زیاد ورود پیدا کنم ولی خب بزنم به تخته با ادبیات شناس های زیادی در طول زندگی ارتباط داشتم به حال ایشون میگه که این خط ما به درد نمیخوره و اصلا اشاره نمیکنه مثلا حالا مثلا امکان داره یه نفر باشه اعتقادش این باشه آقا این خط عربیه من ناسیونالیسم ایرانی هم و خوشم نمیاد ختم عربی باشه از اون منظر نمیگا، نه 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 کلی داره میگه اصلا میگه این خطم ایرانیه هیچ اشاره به این قضیه نمیکنه که این ایرانیه یا عربیه میگه اصلا این خط حال نمیده ما خط لاتین باید داشته باشیم چون خط لاتین متمدنه دارید خدا میگه ما باید زبان پارسی رو با خط لاتین بنویسیم چون خط لاتین متمدنه فردی که تمام زندگیشو گذاشته به زبان انگلیسی دانشنامه ایرانی کار داره می نویسه حالا برای بی بی سی میشه مردی که زبان پارسی وطنش بود خب ایشون اولا خط فارسی رو که برگشت گفتش که اینو بکنیم چیز لاتین خب حالا اوکی حالا اینم شاید با استدلال علمی و اینا تو سر کله هم بزنیم بگیم شاید درست بگه بحثی ندارم هر چند میدونم تا تهش بریم اینا شکست میخورن با هزاران استدلال میشه اومد گفتش که ده همین خطی که داریم همین خوبه فارپا رو فراتر میذاره ایشون میگه زبان فارسی خیلی شیرینا ولی ما وامدار زبان عربی هستیم اگر زبان عربی نبود ما خیلی چیزا کم داشتیم عربی به ما کلی واژه داد مثل عالم و علم و اینا قشنگ اشاره میکنه از واژه علم و عالم و اینا بهرمن میشه میگه عربی اگر نبود ما یه جای کارمون میلنگید ما تونستیم با کمک با زبان عربی و واژگانی رو از عربی وام بگیریم و بتونیم مثلا زبان پارسی رو گسترده تر کنیم و اگه زبان عربی نمیشه یه جای کار ما میلنگه آقای احسان یارشاتر نمیگه که به خاطر خائنینی به مانند خودش بوده که شوربختانه امروز ما خیلی واژگان عربی که البته بخشی از این واژگان عربی هم پارسی بوده رفته و برگشته امروز ما خیلی از واژگانمون عربی است آقای یارشاتل اینو نمیگه آقای یارشاتل نمیگه که بابا زبان پارسی مشکلی نداره اتفاقا قوی تنین زبان جهان من نمیگم یه دونه ادبی یا چناس هلندی نامشون الان یادم نیست یکی که برنامه هم نشون دادم چند سال پیشم فوت کرد عاشق ایران بود و چقدر فارسی رو روان صحبت میکرد سالها اومده بود در چارچوب میگه اصلا قوی تنین زبان زبان باشه لهستانی بود این استادی که میگه کسی نامشونو یادشونه بنویسه اینجا استاد لهستانی است که میگه آقا قوی زبان برای از سالها که روی زبانهای دنیا کار میکنه میگه پارسیه این که ما خیلی از واژگان در طول تاریخ پس از حمله اسلام به ایران فراموش شد چون تا حداقل تا چهار قرن اول که دیگه همه رو مجبور کردن عربی حرف بزنن که خب فردوسی بزرگی که امروز آقای یارشاتر بهایی خائن فراماسون رو باش در یک جایگاه قرار میدن میگن ایشون فردوسی زمان ما بود که خاک بر سر ما که یارشاتر بخواد فردوسی زمان ما باشه ایشون فردوسی بزرگ بلا چهار زبان فارسی رو نجات میده و خیلی از واژگان رو بازیابی میکنه زبان فارسی قدرت اینو داره که بسیار گسترده تر از این باشه ولی خائن داره آقایونی ادبیات شناس ما آقای یارشاترن نمیگه که مشکل از من ادبیات شناسه ببخشید پوزش میخوام بی که نمیرم پیدا کنم واژه پارسی درست کنم اکاش یه تار موی این حداد عادل که الان کلی از واژگان پارسی رو تونست بازیابی کنه تو وجود این افراد بود میگه که زبان پارسی ضعیفه نه عزیزم آقای ادبیات شناس تو مشکل داری که استادات لند انگلیسی بودن بعدم که به قول آقای اسماعیل رائین تو کتابش جلد دومه فراموشخونه و فراماسنی در ایران صفحه 543 از اعضای 42 تنه لوژ مهر بودی حالا علم ادبیات فارسی هم تو ادعات میشده مشکل تو بودی آقای یارشتر روان آسوده نباشه که زبان فارسی رو میگی آقا توانایی نداره خیلی ممنونیم از عربی که به ما کمک کرد مرزی که زبان فارسی وطنش بود عجب کجا چیکار کرده آقای آرشاتر برای زبان فارسی تمام ایرانی کاش که انگلیسیه آخرش هم که به زبان فارسی میرسه میگه آقا خطش لاتین کن دم عربی هم که کلی به محال داره واجه بمون داده, داده. نمیگه خاک بر سر من عربی ها که نرفتم بازیابی کنم آقا ده خدا ها رو داره این مملکت ده خدا چقدر زحمت کشید تو این چارچوب واقعا اصلا آدم برهم میروزه حالا اینا رو ولش کنین یه چیزی بگم که حسابی با آقای یارشاتر بهتر آشناشید شید البته یادتون نرا ابتدای برنامه هم گفتم که اون دانشنامه اسلام و ایرانشونم یادت... یادم هست که بگم کی بهش گفت بنویسه که بیشتر حالش رو ببرید آقای یارشاتر در ایران که بودن عاشق عتیق جات و آثار باستانی ایران بودن حالا پولش کجا میومد نمیدونم اما آه... ولی به عنوان یک بهایی کلی از این کوزه های و کوزه ها چه میدونم آثار باستانی هخامنشی و ساسانی و حتی پس از حمله اسلام به ایران ایشو خریداری میکنه یه چیزی بعد بنویسم بهونا لو داشتم میدونم چیزی که داشتم مینوشتم چون میخوام آخر برنامه بهتون نشون بدم بله آقا یارشته خیلی علاقه دارم به عتیق جات و مسائل ایران باستان کلی آثار باستانی جمع میکنن بعد که انقلاب میشه شورش و میشه کل این آثار باستانی رو من نمیدونم چجوری از ایران خارج میکنه حالا خودش یه بحثه کل این آثار باستانی رو خارج میکنن بعد به بهانه اینکه آقا من ایرانی کار رو میخوام ادامه بدم کسی بهم کمک نمیکنه که دروغ میگه دانشگاه کلمبیا همون موقع کمکش میکرد تمام آثار باستانی که ایشون جمع کردن در طول زندگیشون میبرن لندن بعد میگه بیا بیا حراجه کل آثار باستانی ایران و کل آثار باستانی من و شما رو آقای بهایی زاده جمع وری میکنه که به قول اسماعیل راین هم فراماسونه که توش ردخور خور نداره میبره لندن حراج میکنه چند میفروشه فقط خودش میگه در یک دوره ای از این آثار باستانی من نزدیک به سه میلیون دلار در ابتدای شورش پنج فروختم سه میلیون دلار سه میلیون دلار آثار باستانی ما رو آقای یارشاتر چوب هر میزنه بعد از اونم چون علاقه دارن به آثار باستانی یادتونه یه مدت مد شده بود خیلی از ایرانی از این دستگاه میگرفتن میرفتن که گنج پیدا کنن اینا که گنج پیدا میکنن اگه بعد وقتا پیدا میکنن آقای یاشاتر جز اونایی بود که از آمریکا این آثار باستانی رو از اینا میخرید دید دیدید یادتونه یه سری سریال هم جمهوری اسلامی درست میکرد که چجوری این گنجا رو میخرن مثلا یه دونه بود یارش بخه آینه عبرت بود اینا که تو یکی دو قسمتش همین داستان گنج و اینا بود ایشون جز خریدارهای آثار باستانی ایرانه اینا رو میخره من نمیدونم چقدر ایشون علاقه به لندن داشته همش میبرده لندن میفروخته حالا چرا لندن نمیدون حالا تو همون نیویورک که زندگی میکردی میفروختی دیگه کلی از آثار باستانی ما رو میفروشه تحت پوششه این که من میخوام به ایرانیکا کمک کنم بعدم بی بی سی و صدای آمریکا اینا همه سر صدا رو انداختن تا خیلیشون چقدر انسان بزرگی مجموعه خودشونو فروختن برای ایرانیکا برای فرهنگ و تمدن ایران به زبان انگلیسی بابا جا همه آثار باستانی ما رو فروخته تر ببینید چجوریه خیانت رو میکنن بعد این مافیای روشنفکری و رسانه چنان رنگ قهرمانی بهش میزنن که اصلا آدم فکش میخوره زمین واقعا متاسفم که تنها کسی که بر این حرف رو بزنه منم حالا فهمیدی چرا به من خیلی فوش میدن البته تموم نشده باشید <applause> اون بخش آخر میخوام بهتون بگم اون بحثی که بهتون گفتم ایشون دانشنامه اسلام و ایران نوشت و میدونید کی بهش گفت بگو یه کتابی هست خانوم ماندانا زندی ایش میره با آقای احسان یارشتر مصاحبه میکنه من عکسش براتون بذارم آه عکسش رو چرا نمیتونم بذارم اجازه بدید عکسش رو نمیتونم بذارم اجازه بدیدم چرا نمیتونم الان براتون درست میکنم اکسه مشکل فنیه ولی اصلا قصه نخورید الان درست میکنم الان درست میکنم که بهتون بگم چه کسی به آقای یارشاتر میگه که خدمات اسلام و اینا رو بنویس شانس من من این اکثر رو چرا اینجوری شد ولی الان ایراد نداره الان ایراد نداره طوری. یه کتابی هست خانم ماندانا زندی میره با آقای یارشاتر مصاحبه میکنه ولی به صورت کتاب منتشر میکنه و این خانم مانداناس اونم کتاب احسان یارشاتر خاطراتش دارید عکسش رو میبینی اونم خود آقای یارشاتره اون خانمی که دارم بتون شما شاعره و فکر کنم این خانم هم بهایی هست مطمئن نیستم البته حال در این کتاب آقای یارشاتر میگه که کی بهش پیشنهاد داد و با کی ارتباط داشت با کس شخیصی چون آقای 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 بگم به قول نجات بگم آقای برنال لویس آقای احسان یارشاته با آقای برنال لویسی که نقشه تجزیه منطقه رو میکشه و برنال لویسی که اعتقاد داره که آقا زبا میگه که فرهنگ ایران فرهنگ برتره برای مقابله با این فرهنگ برتر باید این فرهنگ خوردش کرد به صورت جغرافیایی یعنی اون حوزه تمدنی ایران بزرگ که داره ای فرهنگ ایران هستن هی بر خورد کنی از دلش عراق در بیاری از دلش سوریه در بیاری از دلش کردستان در بیاری از دلش خوزستان در بیاری نظری این فرهنگ یک پارچه یک کشور باشه از دلش گرجستان در بیاری از دلش جمهوری جعلی آذربایجان در بیاری ترکمنستان در بیاری چند در بیاری نذاری این فرهنگ یک پارچه باشه آقای احسان یارشاته با برنال لوئیس دوسته خودش هم بهتون دادم کجاست دیگه کد داده خودش در کتاب خانم ماندانا زندی که با ایشون مصاحبه کرده بفرمایید صفحش هم اگه خواستید اینا عکس میگیرم براتون میذارم چون خودم رفتم کتاب رو به صورت پی دی اف در آوردم از, از کاری نداره شما بزنید پی دی اف همین مصاحبه رو کتابش هستش توی گوگل خیلی راحت تو بخش سر من یه سری چیز رو بزن ماهیگیری یادتون بدم بزنید برنات خودش میاد بالا تو کتاب مصابه ایشون بنابراین آقای یارشاتر اینه داستانش حالا الان برای ما ایشون قهرمان میکنن برای ما الان میان میگن که آی آقای یارشاتر عاشق زبان فارسی بود دیدید چی شد کسی که کس اصلا میگه خط رو بکنید لاتین ما به عربی وام داریم نمیگه که ما بی ایم که واژگان پارسی رو استخراج نمی کنیم بازی هم آخرش هم که در میاد دوست آقای برنال لویسه حتی آقای رضا پهلوی شما ناراحت نباشید و شما خودتون قبلا پست گذاشی از برنا لوئیس هم دفاع کردی یکی از شاگردان برنال لوئیس ایرانی بود فوت شده بود آقای رضا پهلوی در مورد اون کسی که فوت شد شا... عاشق اینه که در مورد ایران ستیزا سری تسلیت بگه پست گذاشته بود گفته بود ایشون از شاگرد استاد بزرگ و عالیقدر آقای برنا لوئیس بوده همین رضا پهلوی تو این داستان ها شما ناراحت نباشید مشکلی نداره که با برنال لوئیس دوست بوده دیگه برنال لوئیس عاشق ایران بوده فقط گفته من انقدر ایرانو دوست دارم مثل کاهو خوردش کنیم ایرانو خب این آقای احسان یارشاتره که الان برای ما دارن تازه ببینید ایشون 90 سال عمر کرده میدونید چه حجم وسیعی اگه بخواد تحقیق بشه در زندگی ایشون تحقیق درست حسابی تر اینه که من بهتون گفتم جسد گریخته تو این سالها تو ذهنم بود امروز که میخواستم برنامه بسازم یه مروری کردم به دانش گذشته خودم در این حوزه وگرنه اگر تخصصی به خواد بره دنبال زندگی آقای یاشاتل بهتون قول میدم هزاران مشکل وجود داره فراموسان که بوده جمهوری اسلامی که نمیگه فراماسون بوده حکومت پدرت گفته آقای رضا پهلوی و بهایی که بوده حالا بهایی بودن میگیم جرم نیست ولی بالاخره بخش جز خانواده بهایی بوده که فعالیت میکردن اینا رو همه رو بزن بعدم که بورسیه لندن برم که دانشگاه کلمبیا تمام پول این دانشنامه ایرانیکایی که به انگلیسیه خوشبختانه ایرانی زیاد بهش اهمیت هم ندادن و در این دانشنامه کیاخ عضون تو اون هیئت آقای عباس امانت از اون بهایی های دو ای که قشنگ داره تاریخ ایران رو تحریف میکنه برادر حسین امانته که برج آزادی رو درست کرده برج شهیاد که امروز بهش میگید آزادی این حقایقه حالا فهمیدی چرا به من امید دانا فوش میدن همه به من فوش چون من وقت و زندگی گذاشتم رو پژوهش حالا برو بگو امید فلان اینا آقا اینا پژو کی تا الان اینا رو گفته بود برو پیدا کن پژوهش میکنیم اینا رو در میاریم برای همین بند بد برای همینه وطن پرست هایی به مانند استار انصاری در تنهایی باید فوت کنن برای همینه که ما انقدر بهمون فشاره شما با این مافیای رسانی الان فهمیدی چرا بعضیا به من میگن سردار رسانه تا جون اونه که نمیتونن ببینن در بیا برای که الان همه که دارن دم از این آقای احسان یار شاتر میزنن تنها بچه ها و مخاطبان رو دست بودن که دیروز تا الان احساس کنن بدونی که با من صحبت کنن خدا شاهده احساس کنن بعد واکنش نشون بدن دمشون گرم و تنها کسی که اومد تمام این کدا رو الان داد کلی خوراک داریم که آقای این آقای یارشاته چیکار داره میکنه بعد به ما فوش بدن دیگه باید امیدانه و رو دست و ما ایرانگرایان نباشیم که آقایان تمام دروغایی که دارن در این فضای رسانه ای مطرح میکنن با خیال را مزاحم نداشته باشن وقتی که اینا میگن آقا احسان یاشت مردی بود که زبان فارسی وطنش بود نباید یه مزاهمی مثل امید دانا پیدا بشه بگی آقا این مرد اعتقاد داشت خط فارسی باید لاتین باشه این مرد دارم بهتون کدم میدن در مصاحبه با بی بی سی بزنید هست نه این اینو بخشید در مصاحبه با صدای آمریکا در مصاحبه با صدای آمریکا رفتن خونه زندگی وش مصاحبه کردن دو بخش این مصاحبه بخش دوم میگه اینو دقیقه آخر هر بخش سی دقیقه است دقیقا مشخصا بخش دوم دقیقه 20 اینو میگه دقیقه 20 به بعد نگاه کنید در میگرده دارم کد میدم دیگه برید بگردید برمیگرده میگه آقا جان ما وام گرفتیم از عربی نمیگه ما بازیابی اینم عاشق زبان فارسیه از اون که عتیق جات و آثار باستانی ما رو چوب هر رای زد تو لندن دانشنامهشم هم که خدا میدونه دیگه انگلیسی نوشته خدا میدونه چقدر تحریف کردن فقط میدونم یکی از اعضای هیئت مدیره این آقای ایرانیکا که زیر مجموعه بنیاد میراث زبان فارسی است که کل هیئت مدیریش آمریکاییه آقای عباس امانت آقای عباس امانت هم که داریم مصاحبه هاشو تو بی بی سی صدای آمریکا میبینیم که کلا پتک پو... چیز در تمام ده... اصلا باور نکردنیه تمام تاریخ ایران رو داره برهم میریزه تمام رو تحریف میکنه همه یه جور مینیمیسه که آقا اینگاه تاریخ ایران اصلا از زمان بهایر آغاز شده اینا به این شکل کار فکری میکنن حالا تو باز تو فرزای مجازی امید دانا چرا رنگ کتش اینطوریه بابا دارن چیکار میکنن اینا دارن تاریخ کشورمون کار فکری میکنن تو دنبال اینی که رنگ کت من چه رنگیه این مشکل ما یه خود عمقی فکر نمیکنی چه تحریفی دارن رو تاریخ ایران میکنن در سطح بین المللی ما دو تا نویسنده درست حسابی نداریم که جلوی اینو رو, رو کنیم تمام نویسنده ها شدن در مورد تاریخ ایران باستان دهایی همه چی رو دارن تحریف میکنن آخرش هم احسان یاشاتر دیگه انقدر میبرنش بالا تا الان فکر میکنی ابتایی میفهمه که تو لبنان اونقدر کسافت کاری کرد مجبورش کردن بیاد در اون دادگاه علنی خودش اعتراف کنه علی خودش کسافت کاری لبنانش رو بهش نشون دادن خانوم بازیش رو نشون دادن فکر میکنی مثلا اصلا میدونه احسان یاشاتر کیه انقدر جو میبرن بالا از اخون ابتایی تا بی بی سی تا همه و همه میشن احسان یارشاتر حالا اگه بهش میگه آقا احسان یارشاتر چیکار کرد همشون رو دست همدیگه دیروز سالا دارن کپی میکنن مردی که زبان فارسی وطنش بود آقا حالا این چیکار کرد همون چیزی که دیروز سالا فقط بی بی سی مقاله نوشته همه از روی اون کپی میکنن از هم همدیگه احسان و یارشاتر زحمت کشید عمرشو گذاشت برای زبان فارسی و دانشنامه ایرانیکا آقا ایرانیکا داستانه که با بعضی‌ها دیدم دارن دفاع میکنن اصلا نمیدونن ایرانیکا به زبان انگلیسیه حتی نمیدونست ایرانیکا به زبان انگلیسی باور نکردنیه آقا این الان داستان آقای احسان یاشاته در حال امیدوارم از ایسان راضی بوده باشن این بخش رو میبندم چند دقیقه با هستم و برنامه رو میبندیم کامره سباس گذارم پاینده ایران بدرود